راستش خودم خیلی اکسایتد درس امشب هستم. یکی از مهمترین درساییه که در این موقع سال میتونم باهاتون شیر کنم و خوشحالم که این فرصت رو دارم و خوشحالم که شما رو میبینم که این درس رو با هم یاد بگیریم. راجع به ماه ایلوله، ماهی که سه روزش امروز تازه شروع شده، ماه ایلول، ساین ویرگو. اهمیت این ماه در چی هست؟ و امشب یاد میگیریم که اگر من و شما بتونیم توی این ماه اون کاری رو که باید انجام بدیم انجام بدیم، به کلی زندگیمون عوض میشه، به کلی زندگیمون عوض میشه. ماه ایلول، ساین ویرگو، ابراهام آوینو توی کتاب سفرید سیرات، کتاب بوک آف فرمیشن، اسم این ساین رو گذاشته بتولا. بتولا به عبری یعنی ویرجن، باکره. چرا ابراهام آوینو همچین اسمی رو گذاشته روی این کانسلیشن، روی این انرژی که تمام دنیا رو میگیره در عرض این ماه؟ یعنی چی ویرجین؟ یعنی چی باکره؟ و دو حرفی که، دو حرف عبری که این ماه رو کنترل میکنه یا به عبارتی به وجود آورده، یکی حرف ریش هست و یکی حرف یود. حرف ریش اگه یادتون باشه، در کلاس‌های استرولوژی یاد گرفتیم، حرف ریش پلنت مرکوری به وجود آورده، پلنت کوخاف، پلنت مرکوری. پلنت مرکوری نزدیکترین سیاره هست که به خورشیده از نظر فاصله. توی تمام 10 تا پلنتی که میجر پلنت های منظومه شمسی هستن، مرکوری فاصلش به خورشید نزدیکترینه. اصولا اگر کره زمین 365 روز طول میکشه که دور خورشید بره، مرکوری یه چیزی نزدیک 24 روز یا مکسیموم 48 روز دور خورشید حرکت میکنه. و ابراهام آوینو میگه که این پلنت کوخاف، پلنت مرکوری هست که این ماهو کنترل میکنه و اثر میذاره. و بعد شکل ستاره هایی که در این ماه قرار میگیرن که بهش میگیم بتولا، ویرجین، حرف عبری که این کانسلیشن رو به وجود آورده یا باعث شده که ستاره ها به این فرم قرار بگیرن که این انرژی مشخصی رو تاثیر میذاره روی کره زمین، حرف یوده. یود کوچکترین حرف عبریه. میدونیم که یود ریپریزنتیشن نور خداست، یود ریپریزنتیشن خخما و بیناست. معذرت میخوام، کتر و خخما، ریپریزنتیشن کتر و خخما. یود نیومریکال ولیوش هست 10. It's a perfect number. و یود ریپریزنتیشن نور خداست. میدونیم شمع که روشن میکنیم نور شبیه یوده. این دو حرف ریش و یود سیکرتی درش هست، یک انرژی مشخصی رو داره برای ما روشن میکنه. ریش به معنی پوره، به معنی حقیره، به معنی فقیره. یعنی پلنت مرکوری کوخاف، اون انرژی کانشسنسی که پلنت مرکوری رو به وجود آورده که روی این ماه تاثیر میذاره، حرف ریش هست. ریش به نظر میاد که یک حرف نگتیوی باشه، فقیر، پور، کمبود، نیاز. پس میبینیم که دو چیز متضاد وجود داره در عرض این ماه. یک انرژی که انرژی کمبوده، انرژی دریافته، انرژی وسله، وسل، اون چیزی که گفتیم لازم داریم که نور رو دریافت کنیم. و بعد در مقابلش میبینیم که حرف یود، مهمترین حرف عبری. میدونیم که تمام، اگه دقت کرده باشید، تمام حروف عبری به نظر میاد که با حرف یود شروع شده. واو مثل یک یوده، یود هست که اکستنشن داره، اینجا حرف هی باز بالاش مثل یود میمونه. یود
it's the beginning of the beginning, it's the light force, it's everything that we want. پس می‌بینیم دو تا انرژی مختلف وجود داره. یک انرژی the cell و یک انرژی نور. یک انرژی خواستن desire و یک انرژی که نور رو پخش می‌کنه. خیلی ساده براتون بگم ماه ایلول مهمترین ماه ساله. از خیلی از جوانب که در نظر می‌گیریم. Most important month of the year. توی این ماه هست که ما یه کار خیلی عجیبی می‌کنیم. از اول این ماه صبح زود باید خیلی خیلی صبح زود، یعنی تمام کسانی که این دعا رو می‌خونن، دعایی که بهش میگیم سبی خود، شروع می‌کنن از صبح زود، پنج صبح، چهار صبح. من یادم پدرم نصف شب بلند می‌شد و دعای سلیخوت رو می‌خوند. دعای سلیخوت چیه؟ خیلی متفاوته با تمام دعاهایی که ما می‌کنیم. ما اصولاً دعا می‌کنیم که خدا بهمون سلامتی بده، ثروت بده، مقام بده، افتخار بده. سلیخوت اصلاً هم چیزی نیست. سلیخوت یک دعاییه که تشکیل شده روی یک سری جمله‌هایی که مرتبه از الف شروع میشه تا تاف، بعد دو مرتبه از تاف برمیگره تا الف، و کانستنتلی ما از خدا میخوایم somehow که ما رو ببخشه، ما رو ببخشه. یا اعتراف میکنیم، دعای سلیخوت که میکنیم، اعتراف میکنیم که چه کارهای بدی انجام دادیم، چه آوونای انجام دادیم، چه اشتباهایی کردیم. دعای سلیخوت رو که میخونیم اگه دقت کرده باشیم میذاریم روی قلبمون و این همون دعایی هست که روش هاشونا کیپور هم میخونیم. ولی از آغاز ماه ایلول ما این کار رو انجام میدیم، شروع میکنیم خوندن که خدایا منو ببخش، من گناه کردم، من دزدی کردم، من دروغ گفتم، من عصبانی شدم، and the list goes on. من کشتم، من نابود کردم. من وقتی که ترجمه فارسی یا انگلیسی این دعا رو میخوندم میگفتم که من که خیلی از این کارا رو نکردم اصلا. Right? We think we didn't do all these things. و بعد expand شده، انگار که تمام این مقوبالی نشستن، همه نشستن با هم یه کنفرانسی داشتن ببینن چقدر گناه میشه کرد در دنیا و لیست اینا رو نوشتن، خیلی مرتب، منظم اینا رو نوشتن، دعاها رو نوشتن، طولانی. And we get up early in the morning and we read this and we hit our heart. در ضمن باید بدونیم که می‌بینیم که موشه، حضرت موسی، موشه ربینون وقتی که تبلت‌ها از دستش افتاد، تبلت‌های اول دستش افتاد، دوباره برگشت بالای کوه سینا مدت 40 روز، رفت و تبلت‌های دوم رو نوشت. کی رفت دوباره بالای کوه سینا؟ اول ماه ایلول. کی برگشت؟ 40 روز بعد، یوم کیپور. The day of Yom Kippur، موشه ربینو برگشت. موشه ربینو رفت چه کار کرد؟ رفت یه second set of tablet برای ما آورد. Like a second chance. تبلت های دوم در حقیقت it's an opportunity. An opportunity برای کسی که یه موقع خطا کرده میگن you know, we give you a second chance. ماهی هست که میگیم تشوا میکنیم، توبه میکنیم. یعنی چی؟ همونطوری که گفتم اعتراف میکنیم، اعتراف میکنیم. یه عبارت ساده‌ای داره که وقتی که روش هاشونا میاد، روز روش هاشونا، روز قضاوته. It's a day we go to court. میریم و جاجی هست و این جاج، این رئیس کورت نشسته و من و شما در مقابلش اعتراف میکنیم. و در طول این 30 روز و تا دهم ماه تشری که میشه کیپور، ما کانستنتلی داریم اعتراف میکنیم، اعتراف میکنیم. چرا؟ Why now? Why now? و حالا میدونیم که ما بارها زندگی کردیم، فقط این زندگی نیست. We've been here so many times. همه ما زندگی های قبل داشتیم، احتمالاً most probably خیلی هم زندگی‌های قبل اشتباه کردیم. این هممون یه کوله باری داریم full of negativity، full of mistake.
چیز جالب براتون بگم. توی این ماه، توی این ماه تجربه‌ای که خواهید داشت، تمام کسانی که توی زندگیتون هستن، از پدر، مادر، شوهر، زن، بچه، کازین، فرندز، یو نیم ایت، خوب و بد، هر کی که توی زندگیتون هست، سمها یک جوری میاد و باهاتون یک اینتراکشنی داره. Everybody. You feel it. یا میبینیشون، یا باهاشون در تماس خواهیم بود، یا باهاشون کانفرانتیشن خواهیم داشت، یا you hear from them. و ممکنه که توی این ماه بیشتر از هر ماه دیگه‌ای از یک نظرایی اذیت شید، هرت شید. یه نفر بیاد هرتتون کنه، یه نفر بیاد یه چیزی بگه، یا حتی نگتیویتی رو در تمام کسانی که توی زندگیتون سمغا هستن اکسپریانس کنید. یعنی که مثلا من از یه دوستی دارم که از یه اخلاقش بدم میاد، این اخلاق بعد somehow is gonna show itself. یه شریکی دارم که نسبت بهش به حساسیتی دارم، این حساسیتی توی این ماه دوباره خودش رو نشون میده. یه کازینی دارم که somehow از یک اخلاق کازینم خوشم نمیاد، somehow توی این ماه it pops into my life. یا حساسم نسبت به رفتارم به همسرم، به بچم، به کازینم، به دوستم، whoever that I know in my life, somehow توی این ماه I have some form of interaction باهاشون. یه جوری میان توی زندگیم، یه جوری همه چیز رو میبینم. شنیدیم که توی استرولوژی که کسانی که توی ماه به دنیا اومدن ویرگو ها، they are perfectionist and they are detail oriented هستن. یعنی یه ویرگو constantly دیتیل همه چیز رو میبینه، دیتیل همه چیز رو میبینه. خدا از اول ماه ایلول که میشه، از روز شنبه تا حالا، یک انرژی رو پخش میکنه توی دنیا، یک کانشسنسی رو پخش میکنه توی دنیا، یک آگاهی رو پخش میکنه توی این دنیا. و این آگاهی چیه؟ این کانشسنس چیه؟ به نظر میاد که فرضاً وقتی که شما میخواید یه چیزی رو پیدا کنید، اشکالی رو پیدا کنید، یک تاریکی رو پیدا کنید، وقتی که نور میندازین روش که ببینینش، somehow خدا میاد توی این ما یک نوری رو پخش میکنه روی ما، روی ما که ببینیم. حتی پاراشه هایی که در عرض این ماه خونده میشه، اگه دقت کرده باشید میبینید همش میخواد somehow به ما یک awarenessی رو بده. پارشایی که اولین شنبه این ما خوندیم اسمش بود رئه، یعنی ببین. و بعد شروع میشه این پارشا که موشه میگه که ببین، خدا گفته من در جلوی تو بلسینگ های زندگی رو میذارم و خدای نکرده نفرین های زندگی رو میبینم. چوز ده بلسینگ، ببین بلسینگ ها رو، خوبی ها رو ببین، پازیتیویتی ها رو ببین. کی دلش میخواد که پازیتیویتی نبینه؟ کی دلش میخواد خوبی نبینه؟ کی دلش میخواد خدایی نکرده نگتیویتی ببینه و پازیتیویتی نبینه؟ Who wants to have a bad time? کی میخواد دنبال نگتیویتی باشه؟ ما هممون دنبال خوبی هستیم، ما هممون دنبال خوشبختی هستیم، ما هممون دنبال بلسینگ هستیم. پس یعنی چی آغاز میکنه که خوبی رو ببین؟ و چی باعث میشه که من خوبی رو نبینم؟ چی باعث میشه که من نگتیویتی رو تو تمام کسانی که اطرافم هستن ببینم؟ یعنی شما ممکنه که best friendتون هم ببینید that you love him or you love her amazingly، ولی یه چیزی داره این دوست somehow که شما دوست ندارید. Nobody is perfect, right? You have the best friend. Your best friend is an amazing person. But there is still something in there. ممکنه یه چیزی باشه و شما تشخیصش میدید. یه دوست من همه چیزش خوبه، یه اشکال داره، اشکاله رو میبینی بهش. somehow این نوره که پخش میشه میاد باعث میشه که من هر چیز نگتیوی که هست در هر چیز و هر کج، هر چیزی که somehow توی زندگی من هست ببینم. فرضاً اگه توی خونم یه اشکالی دارم، میبینم somehow توی این ماه اشکاله رو.
اگه چراغی سوخته باید چراغ عوض بکنم، حالا آل و سر تو این ماه متوجه میشم که این چراغ سوخته، او این رنگ اینو دوست نداشتم. Somehow everything that is negative outside of me, I see it. چرا فقط چیزهای نگاتیو من میبینم؟ اگر نوری پخش میشه که من خوبیا رو ببینم و من دلم میخواد خوبیا رو ببینم، دلم میخواد چیزهای پوزیتیو رو ببینم، چی باعث میشه که من نبینم بلسینگ رو، فیل کنم، انرژی خوبه رو نبینم؟ مقبولین برای ما توضیح میدن که هر وقت که من و شما خدای نکرده یه اشتباهی کردیم، یه خطایی کردیم، ریاکتی کردیم، جاج کردیم، عصبانی شدیم، دیپرس شدیم، دلخور شدیم، something happened، hurt شدیم، hurtمون کردن، right؟ ناراحت شدیم، عصبانی شدیم، دلمون گرفته، انتقادی کردیم، کامپلینی کردیم، هر چی که اسمش ریاکتیویتی هست، هر چیزی که نگاتیویتی هست، هر وقت که من totally appreciate نکردم هر چی که توی زندگیم بوده و somehow نسبت بهش ریاکت کردم، جدا از گناه‌های بزرگ و کوچکی که ممکنه کرده باشم، دروغ گفته باشم، خیانت کرده باشم، دزدی کرده باشم، تمام این چیزا، وقتی که این اتفاقا پیش میاد برامون، ما یک دایره نگتیوی دور خودمون به وجود میاریم با این طرز فکر نگتیو، با این گفتار نگتیو یا با این کردار نگتیو که بهش میگن کلیپا. و somehow این کلیپاهای نگتیو میاد اطراف منو میگیره. رامای اشلام یه مثال خیلی قشنگی میزنه، میگه مثل اینکه من یه عینک داشته باشم و این عینکم کثیف شده باشه، لکه داره روش، right؟ وقتی که دنیا رو میبینم، دنیا رو با چی میبینم؟ با یه عینک کثیف میبینم، با یه عینک تاریک میبینم، با آل به سر دنیا رو بد میبینم، دنیا رو زشت میبینم، دنیا رو تاریک میبینم. چه اتفاقی میفته وقتی که این شیشه اطراف من، کلیپای اطراف من تاریکه؟ باعث میشه که من تاریکی ها رو ببینم، اشغالا رو ببینم، پرابلما رو ببینم، خوبیه رو نبینم. پس وقتی که میگه که جلوی تو من خوبی و بدی رو گذاشتم، خوبی رو انتخاب کن، من چطور میتونم خوبیه رو ببینم؟ چطور میتونم بلسینگ رو ببینم؟ که somehow بیام اون آینه رو یا عینکمو تمیزش کنم. I have to clean myself. I have to clean this clip هایی که اطراف وجود من گرفته، باید تمیز کنم. ببینید اشکال از نشما نیست، از سول نیست. سول همه ما خوب و پاکه. سولمون یک قسمتی از نور خداست. پس تمام سول ها پاکن. حتی سول most negative people in the world هم سول خوبه، سول پاکه، یک ذره از نور خداست. ولی اشکال یک آدم بسیار نگتیو با یک آدم صدیق چیه؟ اشکال اون آدم نگتیو اینه که انقدر نگتیو بوده که این کلیپ هایی که اطراف بدنشو گرفته انقدر غلیظ شده، انقدر سیاه شده که دیگه اون نشماش یا سولش از خودش یه جلوه‌ای نداره. وقتی که نگاه یه نفر نگاتیو می‌کنی میگه چقدر تاریک، تاریکی اطرافش رو گرفته، یا خدای نکرده از خودش نگاتیویتی رزونیت میکنه. شما وقتی که خدای نکرده اگه نزدیک یک قاتلی باشید، ان شاءالله هیچ وقت نباشید، یا یه آدم خیلی نگاتیوی باشید، all of a sudden you feel awful. اوه واو، he's so negative. His soul is pure. What is covering around his soul, it is so thick from negativity. انقدر غلیظ اطرافش رو گرفته که دیگه کاملا اون سولش رو کانسوم کرده. پس اون شخص هر چی رو که میبینه تاریکی اطراف خودشه. وقتی که یه نفر خیلی تاریکه، تنها چیزی که میبینه چی میبینه؟ تاریکی خودش رو میبینه. وقتی که من نگاه یه چیزی میکنم outside of myself and I don't see the light, I don't see the goodness, that means چیه؟ شیشه‌ای که اطراف من رو گرفته کثیفه.
کلیپایی که اطراف من گرفته کثیفه و بعد ایدنتیفای میکنم اون لکه‌ای که اطراف من گرفته با اون لکه‌ای که در وجود اون کس یا اون شخص هست. متوجه این؟ فرضاً یه نفر رو میدونید میشناسید که دروغ میگه. رایت؟ دروغ میگه. اولین چیزی که بهش تا طرف رو میبینید میگید او این دروغگوه. راستم میگید. دروغگوه. ولی چطوری دیستینگویشش کردیم؟ چجوری دیستینگویش کردیم؟ به خاطر که سمها اون کانسپت دروغ جزء کلیپای منه. جزء کلیپای منه. یعنی من هم توی زندگیم یه بار دروغی گفتم، لکه دروغه اومده نشسته شده قسمتی از کلیپای من. و بعد وقتی که میگن like draw like، وقتی که این دروغه اون دروغه رو میبینه آلو به سره روشن میشه، تشخیصش میدن. دیده کسانی که اصولا خیلی خوبن هیچکی رو قبول ندارن که بده. آدمای خوب اصلا قبول ندارن که کسی که دروغ نمیگه اصلا نمیتونه قبول بکنه که کسی دروغ بگه. کسی که دوز نیست اصلا خیال میکنه دوزی در دنیا وجود نداره. چرا؟ چون در وجود خودش، در کلیپای خودش دوزی نیست. It's not part of his being, so he doesn't see it. What do we see? اون چیزی که اطراف کلیپای منو گرفته. پس اگر من قراره تمام بلسینگایی رو که میخوام دریافت بکنم قراره دریافت بکنم، قسمتی از دستنی منو ببینم، What do I have to do? باید برم کار باش. I have to take a shower. I have to clean up my کلیپا. I have to cleanse تمام این کلیپایی که اطراف منو گرفته. اگر من خودم رو پاک بکنم از تمام چیزهایی که اطراف منو گرفته، then all I see is goodness. All I see is blessing. I see all the light. I see all the blessing. پس چیزی که باعث میشه من نبینم یا کانکت نکنم به تمام نور و بلسینگی که میخوام دریافت بکنم چیه؟ اون کلیپایی که اطراف منه گرفته. توی این ماه انقدر من و شما این قدرت رو داریم که خودمون رو ترانسفر کنیم تو ا پوینت که کاملا بشیم بتولا، دست نخورده، پاک، برند نیو. نه اینکه من این فرصت رو دارم که اما بهتر از ماه پیش باشم، I'm gonna be a little better، کمتر دروغ بگم، کمتر خیانت کنم، کمتر نق بزنم، کمتر whatever. نه، we have an opportunity که من totally خودم رو ترانسفر کنم، نه تنها از کلیپایی که این زندگی برای خودم به وجود آوردم، بلکه کلنس کنم تمام کلیپایی که از زندگی های قبل با خودم آوردم. imagine وقتی که این دعای سلیخوت رو میخونیم که میزنیم توی قلبمون که میگیم دروغ گفتم، خیانت کردم، اشتباه کردم، قتل نکردم، من که خیانت نکردم. Maybe not this lifetime. ولی شاید زندگی قبلی، I might have. I don't remember it. We rather not to remember it. ما اصولاً وقتی که، ببینید وقتی که یک دریچه تاریک میشه، وقتی که یک پنجره تاریک میشه، من دیگه واقعیت رو نمیبینم. واقعیت دنیای بیرون از پنجرم رو دیگه نمیبینم. دیگه قبول نمیکنم. چرا؟ چون پرسپشن من یه چیز تاریک نشون میده. زندگی رو بد نشون میده. زندگی رو سخت نشون میده. زندگی رو رنج نشون میده. جبر. اوه این کلمه قشنگ فارسی ایرانی. جبر. زندگی جبر هست یا اختیار. It has nothing to do with Kabbalah. Well, it does. وقتی که understandش بکنیم که there is no such a thing. یعنی the fact که من زندگی رو جبر میبینم یا کثیف میبینم simply my window is dirty. پنجره رو باز کن، ببین دنیا رو، ببین چقدر قشنگه، ببین چقدر خوبه. So all I need to do is to wash out تمام این چیزهای نگتیوی که روی ویندو من گرفته.
توی این ماه، توی این ماه هست که من اگر بخوام، ریش گفتیم به معنی فقیره. یعنی چی فقیر؟ یعنی کسی که احتیاج داره، کسی که دیزایر داره. تفیلایی که ما میخونیم میگن تفیلای فقیره، میگن خدا از تفیلای فقیرها خوشش میاد. یعنی چی؟ یعنی کسی که توتالی دیزایر داره. ببینید این ترانسفورمیشنی که داریم صحبتش میکنیم امشب فقط وقتی پیش میاد که من دیزایر داشته باشم برم تمیزش کنم، اینو عوض کنم خودمو. If I don't have a desire, if I think that I'm good, I'm a nice guy, آدم خوبیم، I'm not so bad, desireم چقدر is limited. So what I can cleanse is limited. ولی وقتی که بدونم there is so much cleansing that I need to do, then I can clean more and more and more. و چطور میتونم پیدا بکنم چه چیزهایی رو باید تمیز کنم توی زندگی؟ حالا من سوادشو ندارم، نمیرم سلی خود بخونم، نمیدونم. Right? How do I know که چه چیزی رو خودم توی ترانسفر باید بکنم؟ من اگر یاد بگیرم که در طول این ماه ایلول خودم رو کاملا کلنز بکنم، I'm done for the whole year. یعنی تمام سال آینده I'm gonna see all my blessing in my life. میرسم به مکسیموم پتانسیال نوری رو که باید دریافت بکنم. فقط در عرض این ماه کافیه که یک ماه کنترل کنم یا کلنز بکنم کلیپای وجودم رو. How? چطور میتونم بکنم؟ What should I look at? یادتون اول کلاس گفتم با هر کی ایشو دارید میاد توی زندگیتون، با هر کی مسئله دارید it somehow comes to you میاد your life. چرا میان؟ به خاطره که هر ایشوی من با هر کسی دارم the finger goes here. It's part of correction من. من اگر کسی رو میبینم که یک مقدار حسادت درشه، به جایی که بیام قضاوتش بکنم بگم این آدم حسودیه، این آدم تنگ دستیه، بیام نگاه بکنم بگم maybe I have some issues in myself. I need to wash out my own window. ببینید تنها کاری که ما میتونیم بکنیم، ویندوی هیچ کسا نمیتونید تمیز کنید به هیچ وجه. اصلا سلوشنی وجود نداره که ویندوی کسی رو تمیز کنید. تنها سلوشنی که خدا بهمون میده، تنها دیترجنتی که وجود داره در عرض این ماه is a personal detergent. Personal detergent. من فقط و فقط و فقط تکرار میکنم، فقط و فقط و فقط میتونم خودم رو ترانسفر کنم، خودم رو عوض بکنم، پرسپشن خودم رو عوض بکنم. و چطور میتونم پیدا بکنم چه چیزی رو عوض کنم؟ وقتی که هر چیزی رو که دوست ندارم در فامیل، در دوست، در دشمن، در هر چیزی که من اذیت میکنه، هر چیزی که باعث میشه من قضاوت نگاتیو بکنم. It's something that I need to clean from my own consciousness. وقتی که کسانی که تو این ماه هستن دیتیل اورینتد هستن، وقتی که میگیم پلانت مرکوری، یعنی چی پلانت مرکوری؟ نزدیکترین پلانت به خورشیده. Why؟ چرا ابراهام آوینو گفت You know what؟ کخاف is the planet for this month. چون نزدیکترین به خورشید. من وقتی که میخوام یک چیزی رو پیدا بکنم چه کار میکنم؟ نور رو میرم میندازم روی اون چیزی که کثیفه. درسته قبل از موعد پسخ وقتی که داریم خامس رو جمع میکنیم میگن چی؟ یک شمعی رو روشن کنید، برید تمام اطراف خونه رو نگاه بکنید ببینید Is there anything خامس there؟ یعنی چی؟ یعنی من میخوام نور بندازم روی هر چیزی که سمها تاریکی اطراف من رو به وجود آورده. I wanna light it up. کخاف، پلنت مرکوری، انقدر نزدیک به خورشیده، فاصلش انقدر دور نیست که بگه بهونه بیاره بگه ببین من انقدر فاصلم از تو خدا دور بود که ندیدم، نشنیدم. نه، it's all there. There is no excuse for anybody. مرکوری انقدر نزدیک به خورشید، is the closest to the خورشید، is the closest to the source of light. So there is nothing that we can hide. Nothing. یعنی حتی اگر من دلم هم بخواد یه چیزایی رو توی خودم هاید بکنم، خجالت بکشم که عوض بکنم، توی این ماه میاد سر وقتم. توی این ماه با هر کسی که من ایشو دارم، یعنی چی؟ هر ایشویی که در وجود خود من هست is gonna pop in. It's gonna pop in. به خاطر که این کانسپت دیتیل اورینتد ویرگو which is a
astrological concept برای چی به وجود اومده؟ To look into the details of my own characters, of my own baggage that I've carried for so many lifetimes. نه حالا وجود داره. Now I can truly look at myself. یعنی من توی این ماه گارانتی میکنم که توی این ماه هر چیزی پیش اومد که منو اذیت بکنه بدون اینکه فکر کنم که اینو من اذیت کرد باید فکر کنم where is my vulnerability؟ من کجا این وسط vulnerableم؟ مثال زدم براتون وقتی که ما میریم پیش یه دندون پزشکی با اون شاکوشای وحشتناکی که دارن دفعه دست میزنن روی دندونه، اون دندونه که کبتی داره درد میگیره، right؟ اگه میگه اگه شما یکی از دندوناتون کبتی داره میاد میگه اینم ناراحتی؟ نه، این نه یکی پرابلم دکتر هست؟ پرابلم چکوشه هست؟ نه، دکتره یا چکوشه یا سوزنه it's only a vehicle، فقط یه وسیله است که چی رو تشخیص بدن؟ کبتی دارن تشخیص بدن که it is within my being. پس هر کس و هر کسی که توی زندگی من است somehow منو بادر میکنه it's not them، اون دکتره است، دندون پزشکه است، سوزنه است، چکوشه است، the problem is here. منم که باید اونو توی خودم عوض بکنم. و جالب اینه که حرف یود که کانسلیشنه به طولا رو به وجود میاره is the all the life force. یعنی من اگر به اندازه رش حقیر باشم بخوام که خودم رو تمیز کنم، truly desire داشته باشم، همین چیزی که صحبتشو کردی، truly desire داشته باشم، truly خالی باشم و واقعا بخوام خودم رو کلنز بکنم، the power of the youth is in this month only. youth فقط توی این ماه رول میکنه، ماهای دیگه حروف دیگه هستن، انرژی های دیگه دارن، فقط ماه ایلوله که انرژی یود که هست کتر، خخما، عقل، روشنایی، نور میاد توی زندگی من. For everybody. For everybody. میشه ارکاندیشن روشن کنیم از هر شما؟ آره، ارز جون، شما یکم باید. نه، این پس اولین پوینتی که امشب راجبش داریم صحبت میکنیم اینه که توتالی خودمون رو ترانسفر کنیم، نه که یه ذره، نه اینکه یه مقداری شو. من اگر توتالی روی تمام نقطه ضعف‌های خودم کار کنم توی این ماه، هر اشکالی که دارم، اگر فرضاً من زود عصبانی میشم به خودم بگم اوکی من رو عصبانیت خودم کار میکنم it's not really gonna work. وقتی که میگیم تشوا means to go back، ببینید تشوا دوتا هی داره، یعنی از این هی ملخود، از این جایی که هستم خودم ببرم تو هی بینا، جایی که سورس نوره. یعنی چی؟ totally خودم رو کلنس کنم، یعنی به خودم بگم I hate it که من عصبانی میشم، من دیگه عصبانی نمیشم، من there is no way که بذارم anger منو بگیره، نه اینکه یه ذره عصبانی بشم. اگر من گاسیپ میکنم it's part of me، کاریشم نمیتونم بکنم، I enjoy it somehow without my control، گاسیپ میکنم و توی این ماه بدونم که this is a huge judgment mistake. وقتی که من گاسیپ میکنم، جاج میکنم دیگری، ناخودآگاه این جاجمنت برمیگره به صورت، برمیگره به طرف من، شیشه کلیپای من رو تاریک تر میکنه، بلایندم میکنه و بیام به خودم بگم I hate it no more stop it. نه اینکه یه ذره خودم رو بهتر بکنم totally. ببینید اسمشو گذاشته بتولا، باکره، pure، totally pure، totally pure، going back. آخه چطور ممکنه یک نفر باکره بعدن باکره نباشه؟ چطور؟ How could you make it باکره again؟ But that's the power of Betula. That's the power of Virgo. You could go back to become the source of the light. Totally. بازم تکرار میکنم، نه این زندگیه، تمام زندگی های قبلی. Imagine 30 روز for 30 days کنترل کنم انگرمو، فیرمو، دلخوریمو، خودپسندیمو، هر چیزی که
رول بای ایگو من. روای اشلاق پیشنهاد میکنه طوری موفق میشیم، طوری موفق میشیم که خودمونو توتالی ترانسفورم ببینیم. ببینید مثلا میگن که طرف میخواد 10 پوند وزنشو کم کنه، right؟ میگن خودتو ایمجین کن 10 پوند لایتر. وقتی که خودتو ایمجین میکنی 10 پوند لایتر، چانس هزار that you get to that point. میگه آه I wanna have this size, I'm gonna be this size now by next month. You will be that size به خاطر که that's what I picture myself. من میخوام آخر ماه ایلول روز اول روش هاشونا که شد خودم رو ببینم پیور پاکی. منی که عصبانی میشدم در عرض این ماه دیگه عصبانی نشم. منی که خشم به خودم میگرفتم توی این ماه خشم به خودم نگیرم. من که ترس تو وجودم هست توی این 30 روز هیچ ترسی رو ندارم توی زندگیم. I'm gonna be a totally different person come روش هاشونا. ببینید روش هاشونا is a test، روز دادگاست. من و شما یه دفعه بلند نمیشیم بریم توی دادگاه بدون اینکه رو کیسمون کار کرده باشیم، استادی کرده باشیم، پریپر کرده باشیم خودمونو. The whole month of Elul is about preparation. پریپری بکنم خودمو که comes روش هاشونا، comes یوم کیپور، I am absolutely a different person. Absolutely a different person. هیچ ماه دیگری این انرژی کانشسنس نداره که من بتونم این کار انجام بدم. گفتیم مرکوری خیلی فسته. 24 days, 48 days میره around the sun. یعنی چی؟ یعنی I have so much power this month to totally go back into myself. پیدا کنم. و بهتون گفتم خیلی آسونه. هر چیزی که باعث بشه ریاکتیو باشیم ما، اذیتمون بکنه توی این ماه، It's an indication. That's where I need to fix myself. یکی رو میبینم این اخلاقش رو دوست ندارم. That means I have to fix that in myself. یکی رو میبینم داره کامپلین میکنه. من خوشم نمیاد کامپلین میکنه. That's where I need to fix myself. Every little thing that I don't like about the people in my life. That's the indication که من کجا باید خودم رو کلنز بکنم. پوینت دیگر این ما آری آقادوش رابایز آیزیک لوریا میگه یک جمله هست در کتاب آیزیا که کاملا سیکرت ماه ایلول رو برای ما روشن میکنه. یک جمله بسیار قشنگیه که میگه که توی این ماه برای خودت یک پتوهی درست کن که وقتی از اقیانوس رد میشی و اقیانوس طوفانی میشه بتونی از این پتوه استفاده کنی و خودتو برسونی به آخر اقیانوس. We have to create a path in ocean so when the storm comes I can pass by. یعنی چی؟ ببینید سال آینده، سالی که نیومریکال ولیوش هست 5777 5777 right؟ اگه این اعداد رو با هم جمع بزنیم میشه چی؟ 5 plus 7 plus 7 plus 7 26 26 totality of the life force. This is good news, right؟ محشر سال آینده سال 77 میگن سال آز. اصلا همه ریلیجیس ها و همه ربای و همه کابالیست ها دارن میگن هوری! This is gonna be a great year of light. And it is a great year of light. ولی چلنجش خیلی زیاده این نور رو به دست آوردن. We don't even know who the president's gonna get to be. یعنی totally میدونیم که همه چیز فرق خواهد کرد. ما میدونیم همه چیز عوض میشه. توی زندگی هممون به یک شکل بسیار عجیبی همه چیز عوض میشه. یک اوشنی خواهد بود پر از طوفان. طوفانی خواهد بود بسیار عجیب و غریب. یک اوشن پر از تلاطمه. حالا what can I do?
چش بسته برم توی اون اوشن سرتنتی داشته باشم نیست. همه اینا نیست. ولی if we're smart از حالا میتونم برم یه پتوهی برای خودم درست کنم، یه پتوهی برای خودم درست کنم که وقتی که ماه نوامبر اومد، دسامبر اومد، فبروری اومد، مارچ و اتفاقهای مختلف اومد، چلنج های مختلف اومد، I have a pathway that gets me through the year. درست مثل این که شما میخواید یک مسیری رو برید، از GPS استفاده میکنید، نشون میده که this is how you should go. There is traffic on 101, take 405, right? You take the canyons. میخواید برید LA. And you don't know what's going on. میدونید که همه جا ترافیکه. Somehow the GPS in Smartwatch, Waze مثلا, shows you how to go. They create a pathway for you. بعد دیگه شما میدونید لااقل. میدونید که برسید فرزن به لورال کانیون ممکنه ترافیک باشه. دیگه خون سرده. دیگه ناراحت نیستید. وقتی که میرسید میخورید به ترافیک. Now you know there is a traffic. و برای خودتون مشخص میکنید. دیدید ویزو که میزنید فرزن میگه که میخوای برید داونتاون. میگه یک ساعت تو راهی. شش میرسی داونتاون. اگه از این مسیر بری. دیگه میدونم که من شش میرسم داونتاون. دیگه ایرون هرس نمیخورم. رایت ناراحت نیستم. نمیگم ای وای این تصادف از کجا بود. چرا ترافیک شد. وای دیر شد. نو یو نو اگزکتلی. میدونین ترافیک هست. میدونین خدای نکره تو راه تصادفی هم شده. But your path is clear. Your pathway is clear. توی این ماه ایلول هست که من پتوه سال آیندم رو مشخص میکنم. I clear my pathway. که وقتی که سال آینده طوفان‌های مختلفی اومد، چلنج‌های مختلفی اومد، I'm not gonna get surprised, I'm not gonna be reactive, I'm gonna be totally proactive. دقیقاً میدونم که چطور با این چلنج‌ها چجوری برخورد کنم و سیف برسم. How? دوباره باید شیشم رو تمیز کنم، باید جی پی اسم رو ریبوت کنم. When I cleanse myself، وقتی که خودم رو عوض میکنم. ببینید it's an amazing force که وقتی که من میدونم انگر این شوه من انگره و وقتی که اوورکامش میکنم یک نوری اطراف منو میگیره که کاملا همه چیز رو برام مشخص میکنه. یه دفعه به خودم میاد، واقف به خودم میشم. وقتی که کارهای اسپریچوال میکنیم، وقتی که کارهای ایندیویدوالی اون چیزی که فقط خودم رو دوست دارم و میام از توش بیرون و کارهای مثبت میکنم، به قول معروف میتسوا میکنم یا اسپریچوال ورک میکنم، این پتوه رو برای خودم باز میکنم. یه کانسپتی هست میگن هر کسی که هر قولی رو داده، هر اوتی رو که بسته توی این ماه قبل از روش شنا باید فولفیلش کنه. وای اگر به کسی قولی دادین، اگر یه کاوتی کردین، اگر گفتین به یکی کمک میکنین، به یه مؤسسه یه قولی دادین، یه چیزی رو کاوت کردین، میگن فور شور تا قبل از روش شنا اینو بده. وای به خاطر که پتوه همو مشخص میکنه، به خاطر که کلنز میکنه راه همو، سنگ و خاله های راه هم از سر پام برمیداره. اون نگتیو فورس هایی که خدای نکرده وقتی که ما یه اوتی رو میدیم، وقتی یه قولی رو میدیم و فولفیلش نمی کنیم، جای خالیش انرژی های نگتیو پر میکنن. اون وقت گرفتاری واسه همون پیش میاد، اون وقت میخوریم به ترافیک زندگی. So I need to fulfill. هر قولی رو که به مهمترین قول کدومه؟ اون قولی که من به خودم میدم، قولی که من به خودم میدم که من نمیخوام نادر دیروز باشم، من نمیخوام نادر پارسال باشم. I want to be a totally different نادر. نه که یه نادر بهتری، even though it's nice. من یکمی بهتر بشم، یکم بیشتر محبت بکنم. نه من فقط میخوام خودم رو کلنز بکنم، خودم میخوام رو ترانسفرم کنم، خودم رو to the best I can be. نه اینکه better I can be، to the best I can be. پوینت آخری که میخوام باهاتون شیر کنم so easy and it's so powerful
ببینید خدا کسی رو پانیش نمیکنه. There is no judgment in God. این روز قضاوتی که میگن روش شنا که میاد روز قضاوته، خیال نکنید خدای نشسته اون بالا و داره میگه اوه you did this, take this. No, it's not like that. این خدای بخشنده مهربان اومده تمام ماه ایلول رو قبل از این که من و شما بریم توی دادگاه گذاشته سر راهمون، میگه ببین پسر جون یک ماه وقت داری قبل از اینکه بری دادگاه، تازه این دادگاه رو من به وجودش آوردم for your own sake. این دادگاه چیه؟ the laws of cause and effect. یعنی وقتی که من یه کار خوبی کردم در مقابلش خوب دریافت میکنم، یا خدای نکرده که کار بدی کردم در مقابلش همون کار رو دریافت میکنم. eyes for an eye, ears for an ear. شنیدین اینا؟ چشم برای چشم، دست برای دست. یعنی من در مقابل هر کاری افکتش به من برمیگرده. So what am I gonna do اگر که من توی زندگیم دست‌هایی شکوندم، خدای نکرده چشم‌هایی رو از بین بردم؟ What happens? It's a word of cause and effect, right? How do I change that? من الان گفتم که توی این ماه من و شما میتونیم کاملا خودمون رو بشوریم، کاملا خودمون رو کلنس کنیم. حالا من اومدم و اینقدر روی هر چیز نگتیوی که در من هست روش کار کردم، همه چی رو نگتیو کردم، همه چی رو شستم و رفتم. اون اتفاقایی که اون کارهایی که کردم که افکتاش مونده اونا چی میشه؟ What's gonna happen؟ من دل یکی رو شکوندم، اوکی قول میدم که دیگه دل کسی رو نشکونم، right؟ ولی شکستن اون قلبه هنوز یه افکتی داره، right؟ It's a word of cause and effect, it's just somehow انرژی مونده. How can I cleanse that? How can I cleanse all the effect، تمام نگتیویتی هایی که من کازش بودم اونا چی میشه؟ And this is so beautiful. توی این ماه اگه یاد بگیرم let go کنم از هر چیزی و هر اتفاقی که توی زندگیم افتاده و من hurt شد، somebody broke my heart, let it go. Somebody cheated on me, let it go. Somebody destroyed your life, God forbid, let it go. بخشش, let it go. If you let it go, if you learn to let go of هر چیزی که hurtتون کرده به هر دلیلی، به هر شکلی، به هر نوعی، خونتون رو ریختن واقعا، سرمایتون رو خوردن، از این چیزایی که میشنوید، بیچارم کردن، نابودم کردن، خیانت بهم کردن، تمام اینا، let it go. Don't hold on to nothing. If you let it go, the light will let go everything that is judged against you. اگر ما ببخشیم، لایتم اون چیزهایی که من باعث شدم و هنوز ججمنتی هست، they will let it go. If I don't hold on to anything, and I mean anything. درسته کسانی هستن که اذیتمون کردن، هرتمون کردن، نمیدونم اسمشو بیارید، خیانت کردن، دروغ گفتن، دزدی کردن، بدترین ضربه ها رو زدن توی زندگیمون. Let it go. ببخشیدشون. وقتی که we let go, the light will let go of all my shortcoming, all the causes of negativity that I create. They will let go. Anything, any aspect of hurt. هر کی هر چی اذیتتون کرده. و توی این ماه میتونید بگردید دنبال اون چیزایی که چه چیزایی بوده که اذیت شدید. جالب اینه که چند هزار که این سیستم یه طوریه که اونی که هرتتون کرده آلو به سرم یو سی تومارو نه، اونی که اذیتتون کرده یو سی در دی ویدینگ،
برمیسما میرید، پارتی میرید، سوپرمارکت میرید، میگو تو مووی شوزا میرید خرید دی شوا سمها. بعضی وقتا میشونمشون سر یه میز با شما، they sit right by you, let it go. Thank you.